دهمین روز اردیبهشت مصادف با 30 آوریل روز خلیج فارس نامگذاری گردید. نام تاریخی این خلیج در زبانهای گوناگون ترجمه عبارت خلیج فارس یا دریای پارس بوده است. همچنین در تمام سازمانهای بین المللی نام رسمی این خلیج خلیج فارس است، اما برخی از کشورهای عربی در دهه‌های اخیر این خلیج را خلیج عربی یا به سادگی خلیج نامیدند. اما هنوز هم سازمان آبنگاری بین المللی از نام خلیج ایران یا خلیج فارس برای این خلیج استفاده می کند. سال 1330 خورشیدی برابر با 1951 میلادی تصویب قانون خلعیت از شرکت نفت انگلیس توسط مجلس شورای ملی. پس از ملی شدن صنعت نفت، دولت ایران تصمیم گرفت که دست انگلیسی ها را از شرکت نفت ایران کوتاه کند. بنابراین لایحه‌ای به مجلس برد که طی آن از انگلستان در امور نفت ایران خلعیت و سلب اختیار می شد. با تصویب این قانون کارمندان انگلیسی از شرکت نفت اخراج شدند و صنعت نفت به دست ایرانی ها افتاد. انگلستان که منافع خود را از دست رفته می دید، به سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه هلند شکایت برد، ولی دیوان حکم به نفع ایران داد. در نتیجه روابط سیاسی ایران و انگلستان قطع کردید. سال 1335 خورشیدی برابر با 1956 میلادی در گذشت برتولد برشت، شاعر و نویسنده آلمانی. برتولد برشت نویسنده آلمانی که گسترش افکار نازیسم بعد از جنگ جهانی اول او را دچار وحشت کرده بود، به ناچار به مبارزه با این نوع تفکر برخاست. اما با به قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان از سوی گشتاپو مورد تعقیب قرار گرفت، بنابراین از آلمان گریخت و در خارج از کشورش با انتشار روزنامه‌ای به مبارزات خود بر ضد ایدئولوژی نازیسم و هیتلر ادامه داد. سال 1349 خورشیدی برابر با 1970 میلادی زادروز رهی معیری، متخلص به رهی از غزل‌سرایان معاصر ایران. محمد حسن بیوک معیری از دوران کودکی به شعر و موسیقی و نقاشی دلبستگی فراوان داشت و در 17 سالگی اولین رباعی خود را سرود و در انجمن ادبی حکیم نظامی به ریاست وحید دستگردی شرکت جست. وی همچنین در انجمن موسیقی ایران و انجمن ادبی فرهنگستان نیز عضویت داشت. اشعار رهی چه سیاسی و فکاهی و انتقادی در بیشتر روزنامه‌ها و مجلات ادبی آن زمان چاپ می‌شد. او در شعرهای فکاهی و انتقادی از نام مستعار زاغچه، شاه پریون، گوشه‌گیر و حق‌گو استفاده می‌کرد. رهی معیری در سالهای آخر عمر در برنامه گلهای رنگارنگ رادیو در انتخاب شعر با داوود پیرنیا همکاری داشت. به گفته گروهی، رهی معیری در یکی از روزهای اردیبهشت ماه در یک میهمانی در خانه مصطفی فاتح برای نخستین بار مریم فیروز را ملاقات کرد و همین ملاقات پایه یکی از شورانگیزترین و عجیبترین حکایت‌های عاشقانه معاصر را رقم زد.